سلام دوستان عزیز، آلفرا هستم و به کانال یوتیوب خودتون خوش اومدین. کانال رو سابسکرایب کنین و با فعال کردن زنگوله از زمان آپلود شدن آموزش جدید مطلع بشین. امروز با یه آموزش جدید خدمتون رسیدم که امیدوارم مورد رضایت شما دوستان قرار بگیره. آموزش امروز در مورد جمله بندیه که در زبان سعودی بهش میگیم اورتفولیت، یعنی جمله بندی. در قسمت جمله بندی چیزایی که خیلی مهمه و باید رعایت بشه بوت و بیست، که ما در این جلسه قرار به نکات صفر تا صد بوت بپردازیم و تمام چیزایی که خیلی برای همه در یادگیری زبان سعودی مهمه اشاره کنیم. خب اول از همه جمله بندی که بهش میگیم اورتفولیت یعنی چی؟ خود اورتفولیت رو شما اگر توجه کنین از دو قسمت اورت و فولید تشکیل شده، کلمه یا کلمات و پی در پی یا متوالی، که همون کلمات متوالیه، کلمات پی در پی که بهش میگن جمله بندی. خب ما یه قوانین کلی داریم برای منینگ، یعنی جمله های کاملی که شروع میکنیم باید این جملات چجوری شروع بشن. یک جمله همیشه با حروف بزرگ شروع میشه و با این سه علامت تموم میشه، نقطه، این علامت که بهش علامت تعجب هم میگن و یا علامت سوال، با اینه تموم میشه. مثلا یه جمله ما میسازیم یا ایلار کفه من یا ایلار انتیتیه، من قهوه دوست دارم اما چای دوست ندارم، با حرف بزرگ شروع شد و با نقطه تموم شد. این خیلی مهمه دوستان، حتما باید خیلی بهش توجه کنه. یک جمله تشکیل شده از بخش‌های متفاوت. چه بخش‌هایی؟ بخش‌هایی که اینجا می‌بینید، سوبجکت، ورب که خود ورب ما ورب 1، ورب 2، ورب 3، چندین ورب داریم در جمله، اوبجکت، ادوربیال و صد وربیال، که اینا رو در آموزش با کلمات اختصاصی خودشون، مثلا سوبجکت با اس، ورب ها رو با ورب ات، ورب تو، ورب تریه، همینطور به ترتیب، اوبیکت رو با او، ادوربیال رو با آ و سس ادوربیال رو با کلمه ایکس نشون میدیم که خودش از قیدهای مختلف، قید مکان، قید زمان و خیلی قیدهای دیگه. حالا ما مثال های زیاده میزنیم در این آموزش که شما کاملا متوجه میشید. خب همچون که گفتم سوبیکت، اسم و ضمیر حساب میشه، فعل، اوبیکت هم مفعول، شی یا شی، ادوربیال که بهش میگیم قید و ظرف جمله سس ادوربیال. سس ادوربیال رو با ایکس نشون میدیم و به صورت ظرف جمله خوانده میشه. حالا چرا ما اسمش رو گرفتیم ظرف جمله؟ جلوتر متوجه میشین که قراره چه جملاتی در این ظرف قرار بگیرن برای ما، که طریقه قرارگیری در یادگیری زبان سوئدیه. حالا به چه صورتی؟ رابطه میان فاعل، فعل و قید جمله‌ای یا همین ظرف جمله که گفتیم در زبان سوئدی بسیار بسیار مهم. فور هولندت میادن سوبیکت وربت و ست ادوربیال تر ویکتیگی سپنسکن، خیلی خیلی مهمه دوستان. داره اشاره میکنه به همین ظرف جمله که بهش میگیم سات ادوربیال، یعنی قید جمله، که بهتر با اسم قید جمله اینو یاد بگیریم و بدونیم. خب سات اصلا جمله چیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم؟ این مثال که تازم بهتون نشون دادم و گفتم، یا ایلار کفه من یا ایلار اینت تیه، اینجا ما از دو بخش تشکیل شده این جمله کامل ما، هوتسس 1 و هوتسس 2، دو بخش اصلی که با یه حرف ربط به همدیگه وصل شدن. خیلی این نکات مهمه دوستان. این منینگ کامل ما داره میگه از دو تا هوتسس، یعنی یک جمله کامله اما با دو تا حوزه است، با دو بخش اصلی.
که بهش میگیم حوادث. باید بدانیم که یک بخش از یک فاعل و یک یا چند فعل تشکیل شده. ببین دوستان، همونطور که گفتم یک بخش یعنی حوادث یک، یک بخشه، حوادث دو هم یه بخشه. هر بخش باید از یک فاعل و یک یا چند فعل تشکیل بشه. حالا اینجا اگر توجه کنین، یک فاعله و ایلار فعله. یعنی هر بخش با یک فاعل و فعل شروع شده. همینطور در قسمت دوم. خب چندین مثال میزنیم اینجا. مثال ها به صورت ساده. این آموزش به صورت صفر و صد دوستان و از خیلی پایه و صفر داره شروع میشه. یعنی خیلی مثال های کوتاه و شاید یک سری از دوستان الان بگن که چرا چقدر ساده کار میکنه. توجه کنید تا به آخر این آموزش که برسیم متوجه میشین که ما تمام نکات رو رعایت کردیم و به همه اونها اشاره کردیم. خب در این مثال میبینی که تمام جمله هایی که اینجا آمده دیرک ناریدا اون دیرک ارتیه و سنگور کلوکانیه یاوار یسکولانیگور دیر گنسکا ورمتیدا. همه اینها جملاتی هستن که با حروف بزرگ شروع شدن، با نقطه تمام شدن و همشون دارای سوبیکت و ورب هستن، یعنی فاعل و فعل. پس یادتون باشه در زبان سعودی یه جمله حتما باید فاعل و فعل داشته باشه. میگم حتما چون یک نکته هست در یه قسمتی که مثلا اونجا اشاره میکنه که نیاز نیست که فاعل باشه، که خودش از قانون خاصی داره پیروی میکنه که من اونجا بهش اشاره میکنم. برای همین شما در نظر بگیرین که حتما باید فاعل و فعل داشته باشه. اینو کاملا به خاطر بسپارید. اینجا هم داریم میگیم که این جملات همه حوادث‌اند و به صورت راک‌ارتفولیدن. حالا راک‌ارتفولید چی هست؟ کامل بهش میپردازم و صفر تا صد این نکته هم بهتون میگم. ولی اینجا خیلی خلاصه بهتون میگم که یک جمله بندی کاملا ساده و یک نواخت که با سوبیکت شروع میشه بلا استثناء، همیشه با فاعل شروع میشه و جمله تا آخر ادامه پیدا میکنه که بهش میگن راک، یعنی مستقیم، جمله بندی مستقیم. خب جمله بندی در حوادث به چه صورتیه؟ رایج‌ترین بخش های جمله اصلی، جمله اصلی یعنی همین حوادث، خودش از بخش های مختلف تشکیل شده که من رایج‌ترین بخش رو اول بهتون میگم که شما به خاطر بسپارین: سوبیکت، ور، اوبیکت، پلت و تیت. شاید الان پیش خودتون بگین که خب ما بعد از اوبیکت ادوربیال داشتیم و چه اینجا ادوربیال نیومد. پلت و تیت خودشون از زیر مجموعه ادوربیال هم، یعنی قید مکان که پلت حساب میشه و قید زمان که تیت حساب میشه. نوع ترتیب و قرارگیری این بخش ها هم دقیقا به همین صورته. اینا رو کاملا به خاطر بسپارین تا یادگیری خیلی براتون آسان تر باشه. همونطور که گفتیم و همینطور هم بهش اشاره میکنم، اینه که رابطه میان سوبیکت و ورب و ست ادوربیال تو زبان سعودی خیلی مهمه دوستان. سوبیکت، ورب و ست ادوربیال. خب ست ادوربیال کجاست؟ من چه اینجا نیاوردم اینو. به خاطر اینکه الان میخوام خیلی ساده بهتون یاد بدم، یک مثال کاملا ساده از این بخش بزنم، دوباره ست ادوربیال رو استفاده کنم داخل این جملات. چون از همون اول بخوام همه اینها رو استفاده کنم، شاید درکش برای اون دوستانی که خیلی پایه هستن مشکل باشه. پس اول یک مثال بدون ست ادوربیال میزنم، بعدن که ست ادوربیال رو براتون استفاده میکنم درکش خیلی براتون آسان تر میشه. خب مثال ها: یا دریکر کافه، من قهوه می نوشم. سوبیکت، ورب و اوبیکت از سه قسمت استفاده شد. یا در این مثال میگه یا دریکر کافه ایشوکت، من قهوه می نوشم در آشپزخانه. اینجا از قید مکان استفاده کرده که در قسمت پلتس قرار میگیره. و در مثال آخر که سعی کردم از تمامی این بخش ها استفاده بشه، یا دریکر کافه ایشوکت بومرونن، من قهوه می نوشم هر روز صبح در آشپزخانه. یعنی من صبح ها در آشپزخانه قهوه می نوشم. قید
مکان و قید زمان. یادتون باشه دوستان، اول فاعل، بعد فعل، بعد اوبیکت، بعد قید مکان و بعد قید زمان. حتما اینها رو به خاطر بسپارین و اینکه هر جمله‌ای که قرار شروع بشه و تموم بشه با حرف بزرگ و به همراه نقطه یا علامت سوال یا علامت تعجبی که بهتون گفته بودم تمام بشه. حالا میریم به سه ادوربیالی که بهتون گفته بودم، به اونم میپردازیم که چی هست، کجاست و چجوری استفاده میشه. خب سه ادوربیال چی هست اصلا؟ این قید جمله‌ای یعنی چی؟ اینت، آلریگ، اکسو، آلتیت، بارا، ایبلند، افتا، کنشه و خیلی از تمام نکات که من براتون خیلی هاشا تو این آموزش مثال میزنم متوجه بشین، همه اینها قیدهای جمله‌ای هستن که گفته بودیم رابطه بین سوبیکت و سس ادوربیال خیلی مهمه. یعنی چی؟ اینجا بهتون میگیم. نگاه کنید دوستان، اول سوبیکت اومد، بعد ورب اومد، بعد سس ادوربیال اومد، بقیه همون حالتی که گفته بودیم، اوبیکت، پلت و تیت. یک مثال میزنیم. یاد ریکر اینت کفه ایشو کت بمرونه. من صبحها در آشپزخانه قهوه نمی نوشم. اینت سس ادوربیاله و بعد از فاعل و فعل اومده. این یه قانونی که در راک ارتفولید استفاده میشه. ولی من الان جلوتر باز هم به این نکات اشاره میکنم که خیلی خیلی بهتر متوجه بشین. یه مثال دیگه، آلدریگ اومد. من صبحا در آشپزخانه، هیچ وقت صبحا در آشپزخانه قهوه نمی نوشم. آلدریگ هم سس ادوربیاله. نوع قرارگیری در این قسمت دوستان، در قسمت سس ادوربیاله. آلتید، من همیشه در آشپزخانه قهوه می نوشم. همه اینها سس ادوربیال میشن. پس یادتون باشه اگر قرار باشه از قیدهای جمله استفاده کنین، نحوه قرارگیریشو به خاطر بسپارین که اگر قرار بر حدود سس در 20 استفاده بشه باید کجا قرار بگیره. خب این مثال هایی که الان براتون اینجا آوردم، همه اینها قیدهای جمله ای هستن. همه اینها رو یادداشت کنین، معنیشو از دیکشنری در بیارین و کاملا به خاطر بسپارین و خیلی از قیدهای جمله ای دیگه که شما نوع یادگیری استفاده از قیدهای جمله‌ای رو یاد بگیریم دیگه براتون خیلی راحت میشه که کجا و به چه صورتی استفاده کنیم. خب دوستان، گفتیم که جمله‌ای که میتونه به تنهایی بیاد و معنی قابل فهمی رو بده. چی میتونه به تنهایی بیاد و معنی قابل فهمی رو بده؟ حبود ست. این آموزش حبود ست. و قبلش من گفتم جمله بندی رو بهتون بگم که شما اصلا بفهمین جمله بندی چی هست که بخوام به درک حبود ست برسیم. پس الان داریم یک توضیح کامل و جامع در مورد حبوط سطح بهتون میدیم. جمله‌ای که میتونه به تنهایی بیاد و معنی قابل فهمی رو بده. فاعل و اولین فعل در جمله اصلی همیشه با هم میان. اینها قوانین حبوط سطح دوستان. باز هم میگم کاملا به خاطر بسپارین. من این جمله کاملا به خاطر بسپارین رو خیلی زیاد تکرار میکنم در آموزش به خاطر اینکه واقعا مهمه. و باز هم بهتون میگم کاملا به خاطر بسپارین، حتما قوانینی هستند که همیشه از این قوانین پیروی میکنن این حبوط سطح و خیلی از آموزشی که من استفاده میکنم. فاعل و اولین فعل، چون بهتون گفتم ورب، ورب یک، ورب دو، ورب سه، ما چندین فعل داریم در یک جمله که جلوتر بهشون اشاره میکنیم. پس یادتون باشه که در جمله اصلی همیشه فاعل و اولین فعل با هم میان. قید جمله بعد از فعل و فاعل میاد. پس قرارگیریش کاملا مشخص شد. همونطور که تازه بهتون نشون داده بودم، گفتم سوبیکت میاد، ورب میاد و بعد قید جمله ای میاد. برای همین میگیم رابطه بین فعل و فاعل و قید جمله ای در زبان سعودی بسیار بسیار مهمه. خب دوستان، تا اینجا آموزشی که ما براتون ارائه کردیم، شاید شما خیلی جاها و خیلی آموزش دیده باشین که حبوط سطح رو فقط به همین صورت بهتون آموزش میدن. میگن خب این حبوط سطح بود و شما یاد گرفتین، الان به دوباره 20 سطح. ولی اینطوری نیست. این خودش از نکات بسیار بسیار زیادی تشکیل شده. چون آموزش به صورت 0 و 100، منم حتما براتون سعی میکنم آموزش رو به صورت 0 و 100 بگم و هر نکته‌ای که وجود داره رو بهتون بگم. نکته اصلی حوصلت اینه که ما حوصلت رو، یعنی جمله اصلی رو، یک ساختمان در نظر میگیریم که این ساختمان از 3 طبقه تشکیل شده.
طبقه اول رو بهش میگیم پستونده، گفتاری یا اظهار. طبقه دوم میگیم فروگا، سوالی. و طبقه آخر رو میگیم اوپمانی، درخواست یا توصیه. یعنی این سه طبقه، طبقه اول، دوم، سوم. حالا شما دوستان این طبقه آخر باشه، این طبقه اول باشه، فرقی نمیکنه. این فقط یه مثال برای درک بهتر استفاده بشه. پس این سه تا رو باید کاملا رعایت کنین و هر کدوم از اینا داره نکات خاص خودشونن که بسیار 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 مهمن دوستان، بسیار بسیار مهمن و کاملا ساده و خیلی جالب و دوست داشتنی. وقتی بفهمین متوجه میشین که چقدر جالبه این نکاتی که گفته شده و شما تا الان بالای هزاران بار دیدین همه جا، در هر نوشته‌ای، در مجله، در روزنامه، در اینترنت، هر نوشته سعودی که دیدین از این قواعد پیروی شده، ولی خب یک سری جاها بر شما گیج کننده بود که چرا اومدن این کارو کردن، چرا داره اینجوری میشه، همه از این قوانینه که من الان به تک تک اینها میپردازم. خب اول از همه گفتاری یا اظهار پستونده یعنی چی؟ در این قسمت میگیم فاعل و اولین فعل همیشه با هم میان، این که قانون حوادث، پس برای اینم همینه، فاعل و اولین فعل همیشه با هم میان. خیلی ساده، اولین فعل به صورت زمان حال و یا گذشته میاد. پس توجه کن دوستان، در این قسمت اولین فعل به صورت زمان حال و یا زمان گذشته میاد. اون دوستانی که متوجه شدن که خب خیلی خوب، اون دوستانی که نشدن من مثال میزنم برای همین ها که متوجه بشن، اصلا نگران نباشن، ما از هیچ نکته ای رد نمیشیم و به سادگی کنار نمیذاریم، سعی میکنیم مثال بزنیم. تو مبنای آموزش به صورت صفر تا صد و همیشه در نظر میگیم دوستانی هستن که کاملا پایان و از صفر دارن شروع میکنن و چیزی نمیدونن. قید جمله‌ای بعد از فعل و فاعل میاد. خب همینجوری که در قانون حوادث گفتیم قید جمله‌ای بعد از فعل و فاعل میاد. پس در همه اینها به همین صورته. قید جمله‌ای بعد از فعل و فاعل میاد. فقط این سه طبقه از یه سری نکات ریزی برخوردارن که ما قرار به اونها بپردازیم. خب از دو حالت خاص در جمله بندی پیروی میکنه. پستونده. یعنی همه حالت گفتاری که گفتیم از دو حالت خاص در جمله بندی پیروی میکنه. اون دو حالت چی هن؟ همون راک پورتفولیدی که گفته بودیم، جمله بندی مستقیم و اونوند پورتفولید، جمله بندی تغییری یا جمله بندی غیر مستقیم. که در این دو حالت فرقی که بینشون هست اینه که در جمله بندی مستقیم فاعل اول میاد، یعنی سوبجکت به علاوه فعل اول، و در جمله بندی تغییری فعل اول میاد و فاعل دوم. یه نکته که هست و خیلی مهمه همینه دوستان. خیلی ها فکر میکنن که جای فعل فاعل عوض بشه جمله سوالی میشه. در صورت اینطوری نیست. الان در این قسمتی که من دارم میگم، ما یه طبقه داشتیم، طبقه دوم که فروگا بود، یعنی طبقه سوالی. اونجاست که کلمات سوالی میشن و به چه صورتی سوالی میشن. ولی اینجا اصلا هیچ ربطی به سوالی نداره. پس چرا اینجا فعل اول اومد؟ جای فعل فاعل الان عوض شده. ولی قرار نیست که جمله سوالی بشه. این همون نکات ریزی هست که داره استفاده میشه و باید به خاطر بسپارین. پس ما در جمله بندی مستقیم میگیم سوبجکت و فعل اول، در جمله بندی تغییری یا غیر مستقیم میگیم فعل اول و سوبجکت فاعل. و در هر دو قسمت اگر توجه کنین قید جمله ای، یعنی همون سطر ادوربیال، بعدش اومده. پس این درکش خیلی برام ساده است. کلا قید جمله ای بعد از فعل و فاعل میاد، همینجوری که در قانونش گفتم بهتون. خب گفتیم که نحوه قرارگیریش به چه صورتیه؟ به صورت فاعل به علاوه فعل اول، به علاوه سس ادوربیال، به علاوه فعل دوم، به علاوه اوبیکت و به علاوه ادوربیال. و در قسمت اول اگر جای این دوتا عوض شه، از حالت جمله بندی مستقیم و جمله بندی غیر مستقیم تشکیل میشه. یعنی اگر فاعل اول بیاد و اولین فعل دوم بیاد، جمله بندی مستقیم میشه. ولی اگر اولین فعل طبق این اول بیاد و فاعل دوم بیاد، میشه جمله بندی تغییری. مثال میزنیم که درک بهتری داشته باشیم. خب جمله بندی مستقیم در این حالت سوبجکت اول میاد. خب همونطور که بهتون گفته بودیم نحوه قرارگیریش به همین حالته. سوبجکت به علاوه اولین فعل به علاوه بقیه همون حالت همیشگی، هیچ فرقی نمیکنه. سس ادوربیا فعل دوم، اگر فعل سوم داشتیم، چهارم داشتیم، همه کنار همین فعل قرار میگیره، بعدش اوبیکت و بعدش هم ادوربیال. یعنی قیدهای مکان و قیدهای زمان. خب یک مثال میزنیم نحوه قرارگیری رو که کامل اینجا نوشتیم در این جدول. اولی مثال یا ایلدار کف،
من قبل دوست دارم یاک سوبیکت ایلار ورب کفه اوبیکت قرار گیره. یه مقدار جمله رو سخت‌تر می‌کنیم. من چای دوست ندارم. یه اینته اضافه شد. اینته گفتیم که ساز ادوربیال. بس این اینته رو ما نمی‌تونیم در این قسمت بذاریم یا در قسمت‌های دیگه بذاریم. هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیره. و حالا یه مثال می‌ذاریم که همه اینها رو در بر داشته باشه. مثلا میگیم آلفرا عادت نداره که صبح‌ها تو آشپزخانه قهوه بنوشه. آلفرا بروکر اینته دریک کافه شوکت پومرون. فاعل اولین فعل ساز ادوربیال، دومین فعل. اولین فعل همیشه گفتیم فعل فعل کمکی، وقتی اگر قرار باشه دو تا فعل استفاده یا سه تا فعل استفاده کنیم فعلای اول به صورت فعل کمکی محسوب میشه. شما اگر آموزش افعال دیده باشین در قسمت اول آموزش افعالی که خودش از سه قسمت، من توصیه میکنم حتما دوستان آموزش های قبل رو ببینین. ما سعی میکنیم آموزش رو به نحوی ارائه کنیم که از پایه باشه. حتما آموزش قبل رو ببینین چون همه اینها مربوط به همن. شما اونجا متوجه میشین که فعل‌های کمکی چی هستن، چه جوری‌ان و فعل‌ها در زمان به چه چیزهایی تبدیل میشن، چه شکلی به خودشون میگیرن. خیلی مهمه دوستان. خب بروکر اینت دریکا کافه ایشوکت پومرونه. قهوه اینجا قرار گرفت. نوشیدن که فعل دومه، قهوه در اوبیکت، مکان در آشپزخانه، تیت یعنی زمان صبح‌ها که از این حالت استفاده شده. و جمله بندی تغییری که بخوام ازش استفاده کنیم بگیم در این حالت اوبیکت یا ادوربیال اول میان. این خیلی مهمه دوستان. این همون چیزی که شما خیلی زیاد در جمله ها میبینین و سوئدی ها خیلی عادت دارن که در نوشتار خودشون از حالت تغییری این جمله بندی غیر مستقیم استفاده کنن. اینا وقتی الان براتون مثال میزنم و میگم مطمئنن همتون میگین چه جالب، ما خیلی این چیزا رو زیاد دیدیم. امکان نداره که سوئدی خونده باشین و این جملات رو ندیده باشین. امکان نداره چون میگم سوئدی ها عادت دارن که به این سیستم انجام بدن و ماهایی که یاد میگیریم عادت داریم به صورت راکورد فوری حرف بزنیم، یعنی خیلی مستقیم و ساده، ولی اونا اینطوری نیستن. سیستمشون فرق میکنه و شما در لول های بالاتر و پیشرفته متوجه میشین که چرا به این صورت استفاده میشه و چه جوریه و نوع حرفه‌ای بودن شما رو در نوشتار نشون میده. خب نحوه قرارگیری اوبیکت به علاوه فعل اول به علاوه سوبیکت، جای فعل و فاعل عوض شد دوستان، همینجوری که بالا دیدیم، ولی فعل اول اول جمله دیگه نیومد. اول جمله در این حالت اوبیکت و ادوربیال هم که اول میان، چون اینا اول میان فاعل همیشه فعل اول دوم هست ولی سوبیکت جاشو عوض میکنه، باش میره بعد از فعل اول. ساختارش به این صورته که میبینین فعل دوم با ادوربیال، یا اینکه میتونیم جای این دو تا عوض کنیم، اولش با ادوربیال شروع بشه آخرش هم با اوبیکت تموم بشه. حالا برای هر دو اینها مثال میزنیم. الان یک مثال راکورد فولید میزنیم، یه مثال خیلی ساده و معمولی. مثلا چیزی که ما میگیم، شما اگه بخوام بگین که آلفرا قرار نیست که دوچرخه‌اش رو توی گاراژ بذاره چی میگین؟ میگین آلفرا اسکا اینتستل دا سیکل ای گاراژ. این جمله کاملا ساده و کاملا هم درست، نه اینکه اشتباه باشه. حالا میایم اینو به حالت‌های دیگه هم نشون میدیم. اینجا اول با اوبیکت کار میکنیم. اوبیکت چی بود؟ سیکل. ما سیکل رو میاریم اول. سیکل اسکاهن اینت استلای گاراژ. دوچرخه رو قرار نیست که تو گاراژ بذاره. هن آلفرا. پس ساختار بعد رو به توجه کنیم. این ساختار همیشه این قسمت همینه. یعنی ورب یک به علاوه سوبیکت به علاوه قید جمله ای به علاوه فعل دوم به علاوه و آخری، این دوتا جاشون امکان داره عوض بشه ولی این وسط همیشه ساختار خودشو داره، تغییر نمیکنه. میگیم اون قرار نیست دوچرخه رو توی گاراژ بذاره، من دوچرخه رو قرار نیست که اون تو گاراژ بذاره. یا یک مثال دیگه اتپاکیت مستعد برای هم تو پست. یه پاکت رو باید آلفرا از اداره پست بیاره. اینو ما میتونیم که آلفرا باید یک پاکت رو از اداره پست بیاره. حتی میتونیم بگیم از اداره پست قراره که آلفرا یه پاکت نامه ای رو بیاره. یا بگیم یه پاکت نامه ای رو باید آلفرا از اداره پست بیاره. همه این جمله ها درسته. ولی نوع نوشتنه که
شما از چه چیزی استفاده میکنیم برای شروع و باقی به چه صورتی نوشته میشه. پس اینجا ما اومدیم با اوبیکت شروع کردیم و الان یک مثالی هم میزنیم از همین جمله بندی تغییری برای شروع با ادوربش بشه، یعنی قید زمان یا قید مکان، هر کدوم در جمله استفاده شد. برای همون مثالی که زدیم توی گاراژ که قرار بود دوچرخه رو بذاره، اینجا میگیم ای گاراژت اسکاهن اینت استلسیکل، تو گاراژ قرار نیست که دوچرخه رو بذاره. یا همون اداره پستی که مثال زدیم، میگیم توی اداره پست، مثلا در اداره پست باید آلفرا پاکت نامه رو بیاره، باید بیاره پاکت نامه رو. اینها خیلی مهمه و یه چیزی که هست دوستان، نوع گفتار ما با نوع نوشتار سعودی خیلی فرق میکنه. حتما یک آموزشی که من ساختم در مورد چگونگی فکر کردن، مثلا مشکل عمده فارسی زبانان در یادگیری زبان دوم سعودی و انگلیسی و زبانهای دیگه، اون آموزش رو حتما نگاه کنین. اونجا متوجه میشین که چرا چیزی که ما به فارسی فکر میکنیم و وقتی میخوام تحویلش بدیم به زبان سعودی یا انگلیسی کاملا متفاوت و فرق میکنه و چرا در یادگیری زبان سعودی باید به سعودی فکر کنیم. حتما آموزش ببینیم متوجه میشین که مشکل عمده ماها کجاست. خب این مثالا رو که براتون آوردم به صورت پازل من براتون قرار دادم و شما باید کنار هم بذارین و جمله درست رو برام تو کپشن بنویسین. اینجا اومده من اومدم، من اینو بولدش کردم، یعنی اینو اول بذارین بقیه رو ترتیبش رو بنویسین. اینجا باید بدونین که من چی میره حساب میشه، فاعل حساب میشه، اوبیکت میشه یا ادورب. یا این مثال که با مین لرره باید شروع بشه، باید بدونین که مین لرره چی به حساب میاد، فاعل، اوبیکت یا قید. یا در این قسمت پلور داگر چی حساب میشه؟ یا در این قسمت که باید با نور شروع بشه و این مثال آلفرا و لوسی. اینها رو دوستان حتما برام آموزش حالا دوست دارین تا آخر ببینین، تمومش که کردین با توضیح کامل در دادم بیان به این قسمت استاپ بزنین، یا اگر همینجا متوجه شدین استاپ کنین ویدیو رو و اینها رو در کپشن برام بنویسین، ببینم درک شما در این لحظه از این آموزش چی بوده تا بتونیم بقیه رو ادامه بدیم. من اینجا باز یک دونه میلیارره رو بهتون میگم که اینجا بدونین موقع تقسیم کردن نگین که این خودش از دو تا جمله مثلا اومده، از مین و لرره. این خودش رو میگه معلم من، این فاعله، فاعل به صورت حالا معلم من اومده. یا در این قسمت آلفرا و لوسی، این هم فاعله. کاری نداشته باشیم آلفرا و لوسی دو نفرن، مهم اینه که داره در مورد این دوتا با حرف ربط به هم وصل شدن، یکی مطلوب میشن. به این صورت میاد اینجا میگیم میلرره یعنی فاعل. وقتی فاعل اول اومد، بعد فاعل باید چی میومد؟ باید اول، یعنی بعد از سوبیکت پشتاور باید بیاد، یعنی اولین فعل باید بیاد. پس ما اینجا میگیم میلرره کن، بعدش چی؟ تاله؟ نه، چون ما اینته داریم و گفتیم که قید جمله ای حتما بعد از فعل، یعنی بعد از فاعل و فعل میاد، بعد از سوبجکت و پشتاور میاد، اولین فعل میاد. پس میشه مین لرره کن اینت تاله عربیسکا. بقیه هم به همین صورت حتما انجام بدیم. همیشه سعی میکنم تکالیفی براتون بذارم که شما قوی تر بشین و درک بهتری داشته باشین، و اگر هم اشتباهی داشتین من حتما در کپشن بهتون میگم که اشتباه شما کجا بود که شما بهتر یاد بگیرین. خب دوستان، در این ساختمون یک طبقه رو تمومش کردیم و رسیدیم به طبقه دوم. این طبقه که از بالا میاد، حجم این بالا کمی بیشتره، این ساده تره و آخری خیلی خیلی ساده تر. میرسیم به طبقه دوم، پروگا، سوالی. اینجا همونجاست که میگیم جای فعل و فاعل عوض میشه، یعنی فعل اول میاد و فاعل دوم. خب حتما میگین که اگر یادتون باشه چی گفتم، میگین که شما گفته بودین که نباید به این صورت بشه، یعنی فقط جا اگر فعل و فاعل عوض بشه سوالی نمیشه. چرا فقط فعل و فاعل عوض بشه سوالی میشه؟ در صورتی که اولین فعل اول جمله بیاد، ولی اونجا گفتیم که اول نمیاد، وسطش میاد. یعنی اولش گفتیم که اوبجکت میاد و ادورب
حد بر بیار. خب اینجا اولین فعل به علاوه فاعل بعدش قید جمله‌ای، یعنی قید جمله‌ای همیشه بعد از این دوتا میاد، این کاملا یادتون باشه. خب یک توضیح کاملی در مورد این بدیم. جایگاه فعل و فاعل عوض می شود، گفتیم بهتون. کلمات سوالی در ابتدای جمله و علامت سوال در انتها قرار می گیرد. این خیلی مهمه دوستان، چیزی که گفته بودم، کلمات سوالی در ابتدای جمله و علامت سوال در انتهای جمله قرار می گیره. یعنی ما فقط نمیتونیم جای فعل فاعل عوض کنیم. من جلوتر بهتون مثال میزنم که کاملا متوجه بشیم، با مثال بهتون میگم خیلی درک بهتری حاصل میکنید. جمله بندی این قسمت هم همانند پستوند ستسر میباشه، یعنی مثل همون حالت قبلشه، هیچ فرقی نمیکنه جمله بندیش. نوع قرارگیری فروگ اورد به علاوه اولین فعل به علاوه سوبیکت یعنی فاعل قید جمله‌ای، فاعل دوم، اوبیکت و ادوربیال. پس توجه کنین، ما میتونیم این فعل اول بیاد بعدش فاعل، ولی خیلی جاها هست که علامت این کلمات سوالی اول میان. حالا به این مثال توجه کنین. Har du inte hört nyheterna idag؟ میگه شنیده ای خبرهای امروزو؟ اینجا هار اول اومده، یعنی قبلش هیچ چیز دیگه نیومده، خودش سوالی کرده. جای فعل و فاعل عوض شده، فعل اول اومد و فاعل دوم رفت، بعدش هم طبق همین ساختار که بالا داریم میبینین رعایت شده. مثال پایین: لس دو آلیک تید نینگم پومرونن، هرگز صبحا روزنامه خوندی میخونی؟ اینجا جای فعل و فاعل عوض شده، اول اومد، بعدش آلریک که قید جمله ایه که همیشه گفتیم بعد از این میاد و بقیه هم طبق همون سیستم خاص خودش پیش میره. در این قسمت ویل وم ویل دو کا بردت، چه کسی؟ این وم خودش چه کسیه، یعنی کلمات سوالیه که اول اومده بعدش جای فعل فاعل عوض شده است. چه کسی میزها رو میچینه، آماده میکنه. و در قسمت پایین هم وم اومده، بعدش فعل فاعل جاشون عوض شده، ولی هیچ قید جمله‌ای نداریم، بلافاصله بس بعدش فعل دوم میاد و اوبیکت نداریم و از ادورب استفاده شده. یعنی همش طبق همین ساختاری که داره اینجا بهتون میگه استفاده میشه. حالا یک مثالای دیگه هم براتون میزنیم. کلمه بروفتا، هر از چندگاه، این خودش یه کلمه سوالیه دوستان. نگاه نکنین که هر اول اومده بعدش این افتا اومده، چرا اینجا اومده، این خودش یه کلمه سوالیه، یعنی هر از چندگاهی عادت داری که به سینما بری، بعدش جای فعل فاعل عوض شده. یا اینکه چه مقدار نان، چه مقدار نان خودش یک کلمه سوالی حساب میشه. وقتی که مقدار رو داریم میگیم حتما باید اون مقدار رو مشخص کنیم در مورد مقدار چه چیزی حرف میزنیم، بعدش جای فعل فاعل عوض میشه. و یا what که خودش کلمه سوالیه، اول اومده جای فعل فاعل عوض شده در اینجا و پایینم فقط فعل فاعل عوض شده، کلمه سوالی نیومده و قبل از فعل هم چون چیزی نیومده خود فعل سوالی میشه. بعد هم طبق همین سیستمی که اینجا داریم بهتون میگیم. به همین سادگی این طبقه هم تمام شد و میرسیم به آخرین طبقه حوزه. اوبمنینگ، درخواست، توصیه، یعنی چی؟ از اسمش هم معلومه، چیزی که به صورت درخواستی گفته میشه دوستان. با فعل شروع میشه و هیچ فاعلی نداره، چون به صورت امریه. به صورت امری وقتی بیاد هیچ فعالی نیاز نداره و همونطور که گفتم شما اگر آموزش‌های افعال دیده باشین در قسمت اول و قسمت دوم فعل‌ها، به قسمت امری که می‌رسیم اونجا کاملا توضیح میدم که چرا و چه جوری فعل‌های امری استفاده میشن. بازم میگم دوستان حتما سعی کنید آموزش سه تا آموزش فعل‌ها رو ببینین تا درک بهتری داشته باشین از این نکات خیلی ریز. در انتهای جمله از علامت امری استفاده میشه، همین علامت تعجب. این کلا در جایی اگر می‌بینین به صورت امریه، چیزی که امری باشه در آخر از این علامت استفاده میشه، طبق فرمول همیشگیه و فقط فاعل هست میشه و با یک فعل امری شروع میشه. نوع قرارگیریش هم به این صورته، فعل چون فاعل نداره، بقیهش هم که همین، هیچ فرقی نداره، یعنی همون حالت قبلی، فقط فاعل هست میشه از داخل این. مثال میزنیم براتون. هرگز سیگار کشیدن شروع نکن. داره میگه بوری اینت بوری آلریک روکا،
بوریا. شروع کردن هرگز، هرگز شروع نکن. یا اینکه لیک اینت مدلده، با آتیش بازی نکن. امریه، داره درخواستیه، داره درخواست میکنه این کارو نکن. اینجوری دیگه به نمیگه میشه این کارو نکنی، به این صورت نیست، کاملا به صورت امری داره بهت میگه. یا اینکه سعی کن اول آپریل بهم دروغ نگی، روز دروغ که در کشور سوئد هست. حالا در این روز میگه سعی نکن که بخوای منو گل بزنی. به همین سادگی طبقه آخر هم تمام شد دوستان. این ساختمان کلی هوت ساتس بود که بهتون گفتم و تمام طبقاتی که توش وجود داره. حالا یه سری نکات هم هست که من گفتم خیلی بهتر که در همین آموزش بهتون بگم، چیزی که به حروف ربط داره. خیلی نکات کوتاهی هستن ولی خیلی مهمن. میگه ما میتونیم در یک جمله کامل از دو جمله اصلی هم استفاده کنیم. مثلا دو تا هوت ساتس رو میتونیم در یک جمله داشته باشیم، مثل همون مثالی که اول زده بودیم. هوت ساتس به علاوه هوت ساتس مساوی یک مینینگ کامل. چه جوری انجام میشه؟ با حروف ربط. این به علاوه که اینجا اومده باید به جاش یه حروف ربط بیاد که در سوئدی بهش میگیم بیندورت یا کنی خونر. در این مثال داریم میگیم آلفرا اسپیلر فوتبال، آلفرا اسپیلر فوتبال و لوسی لیکری ترد گوردن. آلفرا فوتبال بازی میکنه و لوسی تو باغچه حیات داره بازی میکنه. توجه کنیم با حروف ربط اومده دوستان. نشون گفتیم که هووستد اگر خودش به تنهایی بیاد یه معنی خیلی قابل فهمی رو میتونه بده. دقیقا هم همینه. یعنی ما اگر این رو نیاریم و هر دوتا رو جدا بنویسیم، با حروف بزرگ شروع بشه و نقطه تموم بشه، میتونم بگیم آلفرا فوتبال بازی میکنه، لوسی تو باغچه داره بازی میکنه. هر دوتا معنی کاملی میده. ولی اومدیم از حروف ربط استفاده کردیم و دوتا رو به هم دیگه وصل کردیم. در این قسمت میخوام بگیم که اگر بخوایم چند هوت ساتس رو با همدیگه استفاده کنیم، باید حروف ربط کمک بگیریم. همین چیزی که تازه بهتون گفتم. خب ما میخوام هوت ساتس رو با هم بیاریم، خیلی حرفه‌ای تره. به جای اینکه همیشه یه جمله رو خیلی کوتاه شروع کنیم، حروف بزرگ نقطه تمام، حروف بزرگ نقطه تمام. خب این اصلا حرفه‌ای نیست و خسته کننده میشه. یه مثال میزنیم در این قسمت که خیلی مهمه خواستم بهتون بگم، اینه که اینجا داره میگه یا شورینت بیل تلسکولان اوتان یا اوکربوس. من با ماشین مدرسه یعنی ماشین نمیرونم که مدرسه برم، رانندگی نمی کنم به مدرسه برای مدرسه رفتن، بلکه اتوبوس میگیرم میرم. اومده از این حالت استفاده کرده. یا اینجا میگه یا اوکرنیت بوس من یا اوکرتوگ. من با اتوبوس نمیرم اما با قطار میرم. میتونست جدا کنه، مثلا بگه یوکر اینتبوس نقطه بیاد پایین دوباره بنویسه یوکر توگ. ولی اومدیم با یه حروف ربط جمله رو زیباتر و طولانیتر و حرفی‌تر کردیم. حالا نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که اگر دو تا هوت ساتس رو همزمان داشته باشیم، میتونیم فاعل و فعل رو در قسمت دوم حذف کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم البته اگر کاملا مشابه همان فعل و فاعل استفاده شده در قسمت اول باشه. ما یه مثال زده بودیم همین تازه، گفتیم یا اوکر اینتبوس من یا اوکر تو. اینجا میبینیم که یا اوکر کاملا مشابه اوله اومده. شما 100% در جملات خیلی حرفه‌ای در کتاب هر جا نگاه کنین، طرف اگر بخواد این جمله رو به همین صورت بنویسه به این حالت نوشته میشه یا اوکر اینتبوس من تو. من اتوبوس نمیگیرم اما قطار. یعنی چی؟ یعنی اما قطار چرا؟ قطار میگیرم میرم به جاش. دیگه نمیگه یا گوکر دوباره تکرار کنه. یا در این مثال میگیم آلفرا گورتی لفرن و هنشوپر فروکت. به مغازه میره و میوه میخره. هن همون آلفراس که اومده، نیاز نیست که ازش استفاده بشه. ببین دوستان، شما میتونید استفاده کنین، نه اینکه استفاده کنین اشتباه بشه. اشتباه نیست، درست است و اوکی، موردی نداره. ولی حرفه‌ای تر اینه که در جمله‌ای که دارین می‌نویسین بلافاصله از حروف ربط استفاده کردین و دارین جمله ادامه میدین، دوباره اشاره نکنین به همون فاعله. بهتره که نوشته بشه آلفراگول تیل افرن و شوپر فروکت. دوباره هن نیاد.
این خیلی مهم. خب یه جمع‌بندی کامل داشته باشیم تا این قسمت آموزش که به نکات گفته شده به صورت خیلی خلاصه اشاره کنیم و بهتر متوجه بشین. چون من زیاد مثال زدم، شاید بعضی نکات زیادتون رفته باشه. این مثالو اینجا در نظر میگیریم. یوسکا کنشو کبوس تیل مالمو ایمورو. من امکان داره که با اتوبوس فردا برم به مالمو. در این جدول میخوام از تمام حالتهای گفته شده، راک ارتفولید و اومبن ارتفولید، یعنی هر چیزی که گفتم نوع قرارگیری جمله در گفتستس رو قرار بدم. در حالت اول که گفتیم خیلی ساده گفته میشه، به این حالت نوشته میشه. و اینجا توجه کرده باشین دوستان، ما اومدیم اینجا اول یک گذاشتیم. ورب، سوبیکت، رفت. ولی در حالتهای قبلی که اشاره کرده بودیم، گفتیم که سوبیکت، ورب، یا اینکه ورب سوبیکت، چون جاشون عوض میشه. اینجا ساختمان رو به این حالت انجام دادیم و چون سوبیکت ما اول اومد، پس اینجا خالیه، سوبیکتی نداریم. به صورت ساده نوشته شده و هر کدوم در جایگاه خودشون قرار گرفتن. سوبیکت اسکا و اولین ورب، کنشه که قید جمله ایه، اوکا رفتن با وسیله نقلیه که فعل دوم حساب میشه، بوس اوبیکت قید مکان و قید زمان. حالا ما اینجا میام جمله بعدی رو با قید زمان شروع میکنیم. ببینیم به چه صورتی میشه. مینویسیم ایمورون اسکا یکنش و کابوس تیل مالمو. فردا ممکنه که من با اتوبوس به مالمو برم. بقیه ساختار همش همینه. هیچ تغییر نمیکنه دوستان. توجه کنیم. فقط جای اون خالی میشه و فعل و فاعل به این صورت میاد. چون اینجا اومده در جایگاه اول نشسته، طبق همون حالتی که گفتیم در آموزش. اگر متوجه نشدید آموزش یک بار دیگه ببینید و بهتره که آموزش چندین بار ببینید، چون خیلی نکات زیاد اشاره شده و مطمئناً خیلی از نکات از ذهنتون میره. حالا در قسمت بعدی میایم از قید مکان استفاده میکنیم. مثلا تیل مالمو رو اول میاریم. تیل مالمو اسکا یا کنش و کابوس ایمورو. به مالمو احتمال داره که مثلا شاید من فردا با اتوبوس برم، به این صورت گفته میشه. و یا اینکه اوبیکت رو بیاریم اول، بوس اسکا یا کنش اوکا تیل مالمو ایمورو. داره میگه مثلا با اتوبوس ممکنه که من فردا به مالمو برم. خب این قسمت اول که راک ارتفولید بود و این سه قسمت هم اومبنت، یعنی قسمت اول جمله بندی مستقیم و این زرد رنگ هم که میبینین جمله بندی غیر مستقیم. من آموزش مربوطه رو حتما در کپشن براتون میذارم دوستان، میتونین ببینین تمام پیش نیازهایی که برای این آموزش نیاز دارین و حتما سوالی که مطرح شده رو توی کپشن بنویسین برام. من حتما چک میکنم و مشکلی داشته باشین حتما در کپشن براتون مینویسم و امیدوارم که از این آموزش لذت ببرین. بعد از اینکه کاملا درک کردین از این آموزش هوت ساتس، حتما بعدش آموزش بی ساتس رو ببینین، چون اون هم یه جمله پیروه در پیروه این آموزش. و چون آموزش ما به صورت صرف تا صد، من سعی کردم که در این آموزش به صرف تا صد هوت ساتس اشاره کنم. خب دوستان، امیدوارم تا اینجای آموزش لذت کافی رو برده باشین و بعد از آموختن کامل این مطالب به آموزش‌های بعدی مراجعه نمایید. آموزش‌های پیش نیاز و مهم رو براتون تو قسمت توضیحات قرار میدیم و آموزش‌های مربوطه هم در همین قسمت موجوده. با آرزوی موفقیت برای تمامی علاقه‌مندان و دوستداران علم، موفق و مؤید باشید.